سلام رفقا و تتلیتیا به پینکسی شو خوش اومدین. اون یکی کانال من آزاده دیشب توش ویدیو از خنده‌دارترین خاطرات و ویدیوهای تتلی گذاشتم، اون حتما ببینید. بریم ما آهنگ حرم سرا رو گوش کنیم چون شما انتخابش کردید. آهنگ حرم سرا یکی از اجتماعی ترین و اعتراضی ترین آهنگای تتلو هستش که یادم وقتی گفتش که میخوام حرم سرا درست کنم و اینا چه بلایی سرش آوردن، در حالی که یه جورایی یه کمپینی بود برای معرفی آهنگ جدیدش. و کلن تتلو جز آدمایی که خیلی خیلی اشتباه قضاوتش کردن همیشه، و البته یه جورایی هم خودش هم مقصر بوده در اینکه اشتباه قضاوتش میکردن، چون واقعا یه وقتایی چیزایی مینوشتش که خود سعید گنجی آمد گفت مثلا نباید این چیزا رو میگفت، و اون چیزا رو که میگفت بعد میمدن مثلا سر چیزای دیگه هم اشتباه قضاوتش میکردن. خبر جدید هم ازش نداریم، همین که فقط گفتن دارن تحقیقات رو ادامه میدن از این حرفا. حالا اولی چیز در مورد آهنگ حرم سرا بگم، ظاهرا این آهنگ 12 اردیبهشت اومده و دقیقا درست میگن که روز مرگ ناصرالدین شاه بوده. ناصرالدین شاه 12 اردیبهشت به ضرب 3 گلوله توسط میرزا رضای کرمانی کشته شد، ولی این که میگن عددش یعنی 12 و 1 تعداد 1201 زن حرم سرا بوده، نه این اشتباهه. ناصرالدین شاه 85 تا زن صیغه‌ای و عقدی داشته روی هم رفته. اینو دوله که خیلی هم دیگه مثلا میگفتن که زن داشته، مال اون 112 تا بوده. خب حالا میگن که این بیشتر در مورد ناصرالدین شاه دیگه، این حرم سرایی که میگه اون موقع تمام کنیزا و همه اینا هم توی حرم سرا بودن، ولی هیچ وقت عدد دقیقی نبوده. در بزرگترین عددی که گفته شده عدد 2000 بوده، پس این قضیه فکر نمی‌کنم خیلی درست باشه. بریم ما هم آهنگ رو بشنویم. کاور فوتوش هم که دقیقا آدم رو یاد این فیلم 100 سال با شکوه، یعنی سریال 100 سال با شکوه میندازه، که البته توی فارسی به حرم سرای سلطان سلیمان چی یه همچین چیزی ترجمه کرده، همون سریال ترکی معروفه. بریم ما هم بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عشق پولی باشه، آدمای فقیر تنها میمونن و آدمای پولدار میافتن به فکر حرم سرا. نمی کردی کاش منو صدا میافتن به فکر حرم سرا. اولش با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شروع شد. جالبه که تنها چیزی که توش حرم سرا داره دین اسلامه، یعنی همونطور که توی ایران بوده توی امپراتوری عثمانی هم که مسلمون بودن حرم سرا وجود داشته، و فقط دین اسلامه که اجازه میده تو با تعداد زیادی زن در ارتباط باشی. و اولین کسی که حرم سرا رو به طور کلی ممنوع کرد و جمعش کرد رضا شاه بودش، که گفت دیگه نباید حرم سرا وجود داشته باشه. و واقعا برای ما سواله که چجوری همه انسان‌ها در تمام دنیا تک همسر هستند، ولی توی دین اسلام تو اجازه داری 4 تا عقدی داشته باشی بی نهایت تا صیغه. و اینکه با اعوذ بالله شروع کردش توجه تو رو میخواد به دین اسلام جمع کنه. و این چیز دیگه ای که گفتش جلب کنه، و این چیز دیگه ای که اینجا گفت دقیقا الانه که یه عده به خاطر بی پولی دیگه نمیتونن ازدواج کنن، یه عده هم انقدر پول دارن که میدونن آدمای بی پول دنبالشونن به هر چیزی تن میدن، اونا هم ازدواج نمیکنن. خلاصه یا اون دنبال حرم سرا یا اون یکی تنهایه. چه همین اول کار قشنگترین نقد به وضعیت جامعه کرد. میمونن و آدم های پولا میفتن به فکر حرم سرا. نمی کردی کاش منو صدا میفتن به فکر حرم سرا. میگه نمی کردی کاش منو صدا، فکر کنم منظورش اینه که منو صدا کردی که
بیام این آهنگ رو بخونم یا بیام این نظر رو بدم. من فکر میکنم شاید منظورش اینه، منو کشوندی توی این راه. زمین یه حرم سرا، سم و تو این حرم سرا، وقتی پر جنده میشد معلم ساختم از سبا. تو دختر سبا هم داستانش واسه من جالبه. یکی از بچه ها همین امید که همین ویدیوی تتلوی من میسازه گفتش که سبا مثلا دختر چیزی بوده، حالا خیلی اهل کار و نمیدونم پیشرفت نبوده، ولی تتلو بهش میگه که تو بیا، تو که زبان انگلیسی بلدی بیا معلم زبان بشو اینا. فکر کنم یه همچین چیزی بوده ماجرا. تو این حرم سرا وقتی پر جنده میشد معلم ساختم از سبا. تو بگو جر، بگو پاره، بگو جنگ، من هستم. و تنها رفتیم همه جا ولی اونا یه ریختم بد من سبا. تو همین حرم سرا ننم اون کلفت بود، منم که بچه بودم و میگرفت بغزم زود. بابا معتاد شد و رفت یه هویز شد، امون بزرگ شدیم اما فریکش خب مونده کلن روم. تا اونجایی که میدونم همین چیزایی که گفتش در مورد زندگی خودش واقعیه و این داستان عموش رو نمیدونم، ولی همش داره همینو میگه که چقدر آدم ها و رابطه ها کثیفن. مثلا عموه به جان که به هوا اینا رو داشته باشه تازه اومده رو مامانه هیس شده، بالاخره حتما خود عموه هم زن داشته دیگه، چون رسمن آزاد هستن که هر چند تا دلشون میخواد زن داشته باشن مثلا شون حرم سرا درست بکنن. صاحب حرم سرای شیخ خامنه بود، شیخ از خامنه بود. قشنگ داره اینجا کشور ایرانو تشبیه میکنه به یه حرم سرا و صاحب حرم سرا میگه از خامنه بود. خب مونده کلن روم. صاحب حرم سرای شیخ خامنه بود، جوونا رو تشنه میذاشت که بشن حامل، زود گرون که باشه همه چی جوش میخوره معامل، خوب با فقر و ترافیک و دزدی شدن عامل دود. پول که نباشه بگو به چه درد میخوره بابات په، آخه خب تو دنیا مگه چند تا مثل آرات ها، هر چقدر خوب باشی میمیری تو بی کسی پس، وگرنه تو همون شهرستانا صد تا لیونل مسی هست. در مورد این پسر آرات بگم که گفت من اخیرا خوندم که انقدر ورزش های سنگین و مثل که مواد بدنسازی اینا پدر بهش داده، صفحات رشد بچه کامل بسته شده و توی این سن خیلی قد کوتاه مونده بود بچه، در حالی که پدرش مثلا قد کوتاه نیستش که بگی ژنتیکش کوتاه بوده و اینا. و اینکه پدره مثلا گفتش که پول پدرت باشه، بچه ها از پول پدرشون استفاده کنن، ولی در مورد آراد خیلی برعکس بودش، یعنی پدره میخواست بچه ها رو معروف بکنه و بچه ها رو به یه جایی برسونه که از بغل بچه شاید خودش هم پولدار بشه و به جایی برسه، وگرنه واقعا اون رفتار با یه بچه کوچیک که هیچ حق انتخابی نداره تو سنیه که باید بچگی بکنه خیلی خیلی کار فولی بود. اصلا خوندم بچه صفات رشدش بسته شده و عکسش رو دیدم که قدش کوتاه همینجور مونده خیلی اعصابم خورد، بابای چه بلاهایی سر این بچه آورد. میمیری تو بی کسی پس، وگرنه تو همون شهرستانا صد تا لیونل مسی هست. منم و ترس حبس، تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفمونو بش برس، منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس. اگر تو باشه همون اول دقیقا شروع که جامعه ایرانو به یه حرم سرا تشبیه کردن دیگه، و اینی که داره میگه منم دقیقا یک جوون ایرانی رو میگه با تمام حبسای و ترسا و استرسا و تمام اون وضعیتی که داره توی کشور ایران، تمام این فشارهایی که روش هست، این من یک جوون ایرانیه نه فقط خود امیر تتلو. منم و ترس نقص، تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفمونو بش برس، منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس. گاهی تنها مرگ درمان است، نیک گوش بسپار تنها مرگ، اما برای رفتن بلیتی گرانتر از ماندن نیاز است. گاهی آنان که میمانند بلیط و پای رفتن نداشتند، وگرنه میرفتند. گفت که فقط مرگ داره میگه، یعنی دیگه بعضی چیزا هیچ راه حلی واسش نیستش دیگه. بعد اینجایی که میگه بلیط، همه جورایی میتونی به مهاجرت تشبیهش بکنی.
خیلی ها دوست دارن اصلا از ایران برن مهاجرت بکنن، ولی پولشو ندارن، پول مهاجرت و حتی پول بلیط رو ندارن، که اگر موندن توی ایران نه به خاطر عشقشون حالا مثلا به شرایط و کشور و ایناست، به خاطر اینه که پولشو ندارن که برن. بعضی پای رفتن ندارن، دلشون میخواد برن، ولی توی ایران به یه چیزی بسته شدن، مثلا به خانواده، به شرایط. یه چیز دیگه هم گفت، گرانتر از ماندن نیاز است. گفتش که گرانتر از بلیتی، گرانتر از ماندن نیاز است، یعنی اون موندنه خیلی باید دلیل بزرگتری برای تو باشه که بخوای به خاطرش بمونی. گاهی آنان که میمانند بلیت و پای رفتن نداشتند، وگرنه میرفتند. حالا صرفا منظورش از بلیت میتونه کلمه بلیت ایهام داشته باشه دیگه، هم اون بلیتی که بخوان باش پرواز بکنن، هم اون دلیلی که بخوان به خاطرش بمونن، یا دلیلی که بخوان به خاطرش برن. وگرنه میرفتم. منم کم بود که هزار تا فکر منفی به سرم زده، انقدر زده بالا، انقدر داغ مخم که فقط دلم میخواد یه حرم سرا. منم و هیولای تاریکی، منم و اپام، منو فکر ملی کامونا و الهام، منو کمر پر داره میزنه بیرون از چشمام پا. چقدر موزیک این آهنگ خوبه. ببینم تنظیم این آهنگو کی کرده، فکر شاید میراج باشه، نمیدونم، ننوشته تنظیمشو. آقا خیلی تنظیم این آهنگ خوبه، چقدر خوبه، چقدر میکس و مستر کار خوبه، چه آواهای قشنگی اون زیر دارم میشنوم. داره میزنه بیرون از چشمام پا. بس سک و سینه دیدم، خب فقط من نزنا، مغز حرومم شده خودش یه پا حرم سرا. عجب تحریرای زده نیتی که، عجب تحریرای خوشگلی زد. شرایط جامعه رو میگه دیگه، مثلا یکی این که توی مدرسه دختر و پسر رو از همدیگه جدا میکنن و تا روزی که به دانشگاه برسن اصلا یه پسر یا یه دختر فکر میکنن برشون چقدر عجیبه، اصلا همش فانتزی های عجیب و غریب از سنیه و درمانشون درست میکنن. و کلن این فاجعه ترین اتفاقی که تو کشور ایران میفته. آقا اگر بده چرا تو دانشگاه با همن؟ اگر اشکالی نداره چرا تو مدرسه جداشون میکنن؟ اصلا چرا نمیذارین از اول کنار هم دیگه بزرگشن که این جنس دیگه براشون عجیب و غریب نباشه و اینقدر بهشون فشار نیاد؟ چون واقعا مثلا از دبیرستان به بعد خب بچه چیزهای دیگه متوجه میشه که میگه اینجا از چشم داره میزنه بیرون. من شده خودش یه پا حرم سرا، توی صف هم فقط از کس شنیدم و از زنا، اینجا حتی بد آدمه کس کشیان موزنا. برگردم عقب، یه چیز جالبی به نظرم گفت. کس شنیدم موزنا، اینجا حتی بد آدمه کس کشیان موزنا. دیدم داره صدای الله اکبر پخش میشه، قشنگ یه انتقادی به دین اسلام داره میکنه، که یکی از چیزایی که میگم ربط داره به این آهنگ همین قضیه حرم سرایه، که فقط تو دین اسلام چنین چیزی هست. یا اینکه جلوی دختر و پسرا رو میگیرن یا مدرسه ها رو جدا میکنن، که البته این یه مورد فقط تو ایرانه، با فکر کنم افغانستان حتی کشورهای مسلمونه دیگه هم دانش آموز دختر و پسر تو مدارس از همدیگه جدا نیستن. خیلی 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 قشنگه، چطور میتونن واقعا تتلو رو با داشتن چنین آهنگ اجتماعی و انتقادی بعد بیان بهش چیزای دیگه ببندن، که اصلا آدم تعجب میکنه که تو فهمت از این آدم یعنی فقط در همین سطح بوده، یه دور این آهنگو گوش نکردی؟ مردم رو بگابد اسلام رو پله کن، خودت دنبال سکسی فقط حتی پشت تلفن، خون بکن تو شیشه بعد قایم شو پشت ریشه، توی شهر ما هر کی عاقل شد کشته میشه. هر کی عاقل شد کشته میشه. اوف. یه چیز جالب دیگه اینه که خب تو این آهنگ داره در مورد آدمایی میگه که
در قالب اسلامی بودن و دین و اینا چجوری دارن سوء استفاده هم میکنن، حتی مثلا از زن و تجاوز و داستانا و خیلی کارهای کثیف. ولی در دوره ای هستیم که دیگه از زن عبور کردن، رسیدن به باجناق. کاش در مورد اینم واقعا تتلوی آهنگ درست میکنم. رئیس حرم سرا رفتارو گازم بری، انقدر درجا زدم که نفسم بازم بری، مردو همه اسکناسی بی محتوا مثل ساسی، دختر رو همه سوراخ خوری همش به یه قصه سازی، همه دو بی محتوا مثل ساسی. و چیزم که در مورد مثلا دختر داره میگه، همین روز جامعه است، نه اینکه صرف هم میخواد توهین به دختر باشه، چیزایی که واقعیت جامعه است نمیتونیم چشممون رو ببندیم روش. البته که دختر جامعه اینجوری نیستن، بسیار عده اندکی هستن که این اتفاق براشون افتاده و حتی توی فضای مجازی هم میبینین که چجوری تن فروشی میکنن و همه این بلاها علت اصلیش فقره، فقر مالیه. بعد میشه گفت فقر فرهنگی، ولی علت اصلیش فقر مالیه. دنبال گولاخ داری، عشق برنامه، عشق ماشی، معلوم نی شوهرداری یا جنده، حق داری دوچار اشتباشی، اینجا عشقی نمونده که بی خودی چشم براشی، حتی بهت کار نمیدن خره یه خورده زشکه باشی، هر جا بری آدم مریض میبینی سر پست. آره اگه دنبال دادن نیستی پس گم شو کست خارت. خوب آدم مریض پشت پسته و نمیدونم اگه دنبال دادن نیستی و اینا، دقیقاً آهنگ قاضی منو دوست داشته هیچ کس، که چقدر قشنگ به این مورد اشاره کرده. و من از خیلی ها شنیدم این قضیه رو، خانوم هایی که به دادگاه رفتن و قاضی بهش گفته که اگه با من باشی کارتو راه میندازم، به مردا میگن که بعد نمیدونم پول بدی، سکه بدی، فلان بدی. من یه موردشو خودم تجربه کردم، رفته بودم اداره مالیات و اون آقایی که اونجا وایساده بود تا سکه نمیگرفت کار هیچ کس رو راه نمینداخت، یعنی انقدر کارتو عقب مینداخت که اصلا خودت آخر سر بری سکه رو بدی. قاضی هم که مالی محبوبی، عقب مونده ای اگه محجوبی، ولی خودشون عقب ترینن، طرز فکر دور سلجوبی. منم و ترس حبس، تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفمونو بش برس، منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس، منم و ترس نقص، تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفمونو بش برس، منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس. با اینکه داشت به آدمایی که به اسم اسلام خیلی کار کثیف میکنن انتقاد میکرد، دقیقا اون طرفش هم داشت میگفت، یعنی دیگه از اون ور بوم افتادن و اگر تو مثلا میگفت آدم محجوبی باشی، از نظرشون امولی، این که میگه محجوب باشی، نه اینکه مثلا اینجوری رو بگیری حجاب داشته باشی، نه، یا آدم واقعا محجوب و درست حسابی باشی، بعد بهت میگن که نه تو امولی، مثلا اعتقاد داری که من اینجوری لباس نمیپوشم، من دوست دارم مثلا لباسم پوشیده باشه، بهت میگن امول. البته که هر دوتاش هیچ مشکلی نداره، آدم ها واقعا آزادن که انتخاب داشته باشن، دوستان لباس باز بپوشن، دوستان لباس بسته بپوشن، ما هم حق نداریم تو زندگی هیچ کدومشون دخالت بکنیم. ولی این که بخوایم به اون مثلا بگیم که تو امولی، به اون یکی بگیم تو فلان خرابی و اینا، این در درجه باید نشون میده که مغز خودمون مشکل داره. منم و چار تا دیوار به هم گره خورده، رو به رو منگاری هرچی دل مرده، منای تنه ی خشک میوه ی کهنه، منو یه عده دریده ی گنده، منو فکر امضا تو پلیس، ببین یه جمر فتتو نیست، منو نگرفتن حقم و قربت، منو یه مشلاشی مشتشق شهرت. وای این یه تیکه دقیقا در مورد خودش بود، تا قبل از این هرچی داشت میگفت در مورد جامعه ایران، جوان ایرانی بود. این بریج فکر میکنم دقیقا داشت در مورد خودش حرف میزد و تا بوده این بنده خدا داشته تو پلیس استیشن ها و نمیدونم چیه کلانتری ها اینا امضا میداده و تو زندان بوده و اسیر بوده، یعنی هر آهنگشو گوش میکنه میگه این که دقیقا امروزش هم همین شکلیه. گفتش آدم های عشق شهرت دقیقا کسایی که تتلو رو نردبون میکردن که خودشون به شهرت برسن، که دیگه نمونهش همین آخر کسی بودش که داشتن ویدیو درست میکردن دیگه. و چقدر تحریرهای قشنگی داره، چقدر فلو سویچ داره،
چقدر موزیک هی مرتب عوض میشه در خور خوانندگی تتلو. خیلی موزیک این کار قشنگه. عقم و قربت منو یه مشلاشی مشتشق شهرت، این تنم روحی نداره تو بیا چشم منم کور کن. من خواهی زد اون زیر، چقدر قشنگه موزیک. بیا چشم منم کور کن، من خواهیشو ندارم خودکشی و تو منو مجبور کن. دقیقا همون داستانی که سر کنسرتش بود، یکی گفتش بیاد منو بکشه. صبح تا شب، این شب تا صبح، همه روزا این همه بر میزنم اینه ننم ببین این رگه رو کی بزنم. از عشق و علاقم میگیره، زندگی جو اجباری انه، بود شدن انگاری همه، موزیک تنها دلداری منه. من روزا رو خوابم ولی شب تمامو بیا به چش، تو آلبوم تو عکس من دو تا شاخ سیاه بکش. معلوم میشم بیا به چش، تو آلبوم تو عکس من دو تا شاخ سیاه بکش. معلوم نیست چه مرگم هستم، معلوم نیست که فازم چیه، کی این ترکیب و واسم چیده، حال ندارم که بسازم دیگه. این ترکیب و واسم چیده، جلوش نوشت PS4، هم ترکیب مثلا تیم فوتبال توی بازی پلی استیشن، هم این زندگی که میگه برام چیده. و وقتی میگه این زندگی که برام چیده، اعتقاد به اینه که انسان هیچ اختیاری نداره، همیشه از قبل براش چیده شده. اونجا که گفتش تو آلبومت رو عکس من دوتا شاخ بکش، نمیدونم منظورش آلبوم شیطان خودش بود، به یکی دیگه داشت میگفتش که تو برای من دوتا شاخ بکش، نفهمیدم منظورش کدوم یکی بود. معلوم نی که فازم چیه، کی این ترکیب واسم چیده، حال ندارم که بسازم دیگه. هر کی اومد دوشید و غیب شد، شمارشو پاک اومد بگو، گم کردی گوشی تو حیف شد. ای بابا اینجوری که زشت شد، تکراری تصویر هر روز، مغز رد تعطیلتم گوز، هنوز شبای ما سرده چرا میاد تو سال تحویلتم سوز. منم و ترس حبس تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفرمونو بهش برس. منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس. منم و ترس نقص تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفرمونو بهش برس. منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس. قد قشنگه این آهنگ واقعا. یه چیز این وسط بگم، یه سری ویدیو توی یوتیوب هستش در مورد حرم سرای ناصرالدین شاه قاجار. آقا اصلا میبینی پرات میریزه که وای این یارو شاه مملکت بوده، یعنی چقدر داغون بوده. کل زندگی یارو فقط تو اون حرم سرا خلاصه میشده و همه چیز دست زنه حرم سرا بوده. از بین زناش جیران فکر میکنم زن عقدیش بوده، زن رسمیش بوده که خیلی دوستش داشته، ولی از بین اونایی که صیغه‌ای بودن انیس و دوله سوگلیش بوده و انقدر تعداد این زنها زیاد بوده که بعضی اصلا هیچ وقت نوبت نمیرسیده. اونایی که بهشون نوبت میرسیده و مثلا انیس و دوله سوگلی و اینا بودن، تمام شرارت ها و همه کارا رو اینا میکردن و چقدر مثلا پول و ثروت واسه خودشون جمع کرد. اصلا پشماتون میرزه برین ببینین مملکت دست چه کسایی بوده، به کجا رسیده و رسما هنوزم همونی. آری من از هموطن خود دیدم تهمت و قتل و ریا، چاقو از هم جنس خود خوردم نه از اجنبیا. من از قد همه چیز حال امروزشه، من از هموطن خود خوردم، هم جنس خود خوردم نه از اجنبیا. من از اسلام دیدم اعدام، شلاق، اجبار و تکرار. من از پدر و مادر خود دیدم طلاق و جنگ و استکبار. دقت کردین توی همین تیکه چند تا نقد کرد؟ اولش در مورد دین اسلام گفت و نه اولش در مورد آدمای جامعه گفت، یعنی این که این جامعه مردم خودشون مشکل فرهنگی دارن، یعنی اشکال از تک تک آدم هاست. بعد برگشت در مورد خانوادهش گفت، من از خانوادم این چیزا رو دیدم، خود خانواده رو هم نقد کرد و آخرش هم در مورد اسلام گفت. قشنگ سه تا چیز یه جا همه رو نقد کرد که هرچی بلا سر ما ایرانی ها داره میاد، هم مشکل شخصی خودمون، ریشه در شخصیت خودمون داره، هم در خانوادهمون، هم در جامعه ای که با دین اسلام داره هدایت میشه. آشنا که هست
صداقت نی. جالبه بچه شنیدین میگن با آشنا معامله نکنین چون تو بهش اعتماد داری، هرچی میگی قبول میکنه، هرچی اون بگه تو قبول میکنی و قشنگ میکنه تو پاچت، یه جورایی داره اینو میگه. این سکوتم از رضایت نیست، دلت خونه چشاتم خیست، بغضت 19 گریه هاتم 20، نفسم هست هوا نیست، هیچ نوری تو شبا نیست، تن من هست صفا نیست، هیچی این اولا نیست. اینقدر این آهنگ از لحاظ اجتماعی و لیریکسی زیباه، اینقدر آدم حواسش پرت میشه به اینکه چی داره میگه، یه وقتایی متوجه نیستی چقدر زیبا داره میخونه. من فکر کنم این آهنگ اگر بخوای از لحاظ خوانندگی و تحریرایی که میزنه و موزیکش بررسی کنی، یکی از زیباترین آهنگای ایرانیه. یعنی چند تا تحریر خوشگل توی این آهنگ شنیدی، یه مجموعه ای از زیباترین تحریرهایی که یه خواننده میتونه بزنه، واقعا درس زیبا خونی این آهنگ. هیچی این اولا نیست، تازگی ها شعر می نویسم، خودکارم کافر میشه، ورقو که حرفشو نزن پر فش خار مادر میشه، چشاتو باز کن درست ببین چند تا داری آدم پیشه، دور پر گاوه با این فرق که اینجا میزنه گاوم نیشه. میگفتم حرم سرا کارگر و برده میخواد، بی پول که باشن مغز پدر مادر و بچه میگاد، مخرمونه حیوون بمونی دزدیم راحت تره، حالو که باشی عزیزم خوب میکنن راحت خرت، مدیر حرم سرا که میگه حالو باشی راحت میکنن خرد، یعنی که تو اگر یه آدمی باشی که اصلا چشم و گوشت بسته باشه، نفهمی چه خبره توی کشور داره چه اتفاقی میفته، هیچ سواد و دانش و هیچی نداشته باشی، خب راحت هم ازت مثل بوز سو استفاده میکنن. گفت برده و کارگرم میخواد دیگه، یعنی آدمایی که واقعا هیچ شعور و درکی نسبت شرایط جامعه ندارن، هیچ فرهنگی ندارن. حالو که باشی عزیزم خوب میکنن راحت خرت، مدیر حرم سرا هر روی جور فاز میده، آره شدی خطرناک چون بالا رفته باز دیده. گفت مدیر حرم سرا، یادتون باشه همون اول برگشت گفتش که این صاحب حرم سرا یکی از شهر خامنه بود، بعد اینجا گفتش که بالا رفته باز دیده، شاید یه جورایی منظورشون که خیلی مرکز توجه شدیم، مثلا خود تتلو به خاطر اینکه موزیکاش، ویدیوهاش، همه این چیزاش خیلی بازدید بالایی داشتش، در مرکز توجه بود، همه بهش توجه میکردن و اینا، خطرناک شدی، یعنی چون میتونی آدمای زیادی تحت تاثیر قرار بدی. روی جور فاز میده، آره شدی خطرناک چون بالا رفته باز دیده، آشپز حرم سرا انگ پای گاز ریده، تو قفسه موسیقی اسلحه به جا ساز شیده. چقدر اینجاش خفن بود، دقت کردین عجب استعاره هایی داشت. آشپز حرم سرا کسیه که در اصل غذا رو تعمیم میکنه، اینجا منظورش غذای فکره، مثلا میتونه معلمی باشه که داره غذای فکری رو میده به بچه ها، و این میگه که انگار پای گاز ریده، یعنی همین تفکرات غلط، آموزش های غلط داره میده. و گفتش که به جای آلت موسیقی چیزه تفنگه، توی تلویزیون صدا و سیما نشون دادن ساز ممنوعه. اون چیزی که من یادم، من خیلی سال که تلویزیون ایران رو ندیدم، فکر میکنم هنوزم همینطوری باشه، یعنی مثلا شما هیچوقت تو تلویزیون ایران، تلویزیون صدا و سیما، گیتار الکتریک و حتی گیتار کلاسیک و اینا رو نشون نمیده، فکر کنم فقط سازهای سنتی رو احتمالا نشونه، ولی تا دلت بخواد اسلحه و حماس و نمیدونم حزب الله و همه این چیزها رو خیلی راحت نشون میدن. اینو داره میگه، انگ پای گاز ریده، تو قفسه موسیقی اسلحه به جا ساز شیده. و به جای اینکه آدم ها دنبال هنر باشن، دنبال زیبایی باشن، دنبال جنگن، دنبال اسلحن. آسمونو گرفتن، دریا رو طوفان کردن. آسمونو گرفتن، دریا رو طوفان کردن. تمام بلاهایی که سر
طبیعت و منابع طبیعی و همین چیزا آوردن. خند مرده اینجا همه ایران و توران سردن، گوسفندای گله همه میافتن تو دام بعدن، از گرد میترسن اما خب میزنه چوپان گردن، قلب من تیر میکشه کیرم تو این داوری، امیدم به تش بود اینم از این آخری، با این وضعیت ببین حق داری اگه کافری، خبری نی دیگه از اون سرزمین مادری، خبری نیست دیگه از اون سرزمین مادری، افتخاری که همیشه مردم به تمدن چندین هزار ساله ایرانی داشتن و قبلش گفتش که چه بلاهایی سر کشور و مردمش اومد و افسرده شدن و همه جا سرد و داغونه و اینا، دیگه هیچ خبری نیست از اون. حق داری اگه کافری، خبری نی دیگه از اون سرزمین مادری، منم و ترس حبس تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفمونو بش برس، منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس، منم و ترس نقص تون زدن نبض و استرس، منم و یه صدا که میگه صفمونو بش برس، منم و درس، منم و درس، کلی درس زندگی و یه حس هرس. آهنگ بیم یاس رو میگن یکی از اجتماعی ترین و نمیدونم اعتراضی ترین آهنگاست، ولی به نظر من این خیلی بیشتر از آهنگ بیم یاس اعتراضیه، چون اصلا خب یاس به خاطر اینکه توی ایران هم زندگی میکنه مجبوره که خیلی خیلی غیر مستقیم صحبتش رو بکنه، ولی توی این آهنگ خیلی خیلی مستقیم همه چیز رو نقد کرد و همه چیز رو زیر سوال برد. این واقعا اگر بخوایم چنانم 10 تا آهنگ اعتراضی توی ایران بگیم، این جز ستای اوله. کسی که قراره مثلا تو 30 سالگی جندشه چه فرقی میکنه از 18 سالگی دادن شروع کنه یا مثلا 20 سالگی؟ تو حرم سرا با اعداد بازی میکنن که صورت مسئله رو پاک کنن، وگرنه هر کاری کنی و هر وقت شروع کنی ته بازی همونه. این عدد سن قانونی 18 سالگی رو میگه، فکر کنم داره اینجا یه جورایی همینو میگه که گفت با اعداد بازی میکنن، که مثلا میگن که 18 سالگی نمیدونم قبلش کودک همسریه ولی بعدش میتونه عقد بکنه صیغه بکنه و البته با اجازه پدر و اینا همه چیزایی که اسلام آورده دیگه، اجازه پدر و عقد و صیغه و این بازی با اعداد. میگفت تای بازی هم با پول و اسکناس سین آروا کردن، با بی پولی ولی خب شنبول ما رو بستن، صد تا از دوله هست از زیر پا تا گردن، ولی روی کیش زومن که نبینی بقیه رو اصلا. دخترای من یاده فیلم مارمولک افتادم دقیقا، این گفت از دوله که روی کیش زومی مملکتو میشه با پا رفتشون، کاری کردن که حتی زدشی از بوشون، پسرای مملکتو میگیرن نفروشون که بزنه بالا نازک شب روشون، بس که فضا بسته بوده همه چیو تو پستیدن، بس که معلم ها بدن بچه ها همه کس میخن، حق ما رو خوردن و بعد با پولمون پوز میدن، تا فشارون نباشه که نمی کنم دوزی من. خیلی به سیستم آموزشی کشور داره چیز میکنه، انتقاد میکنه، یعنی قسمت های زیادیش در مورد خانواده داره، میگه اشکالاتی که خانواده باعث میشه و سیستم آموزشی رو میگه، انتقاد به دین و به حکومت داری داره، اینجا میگه که پول ما رو دزدیدن بعد باش دارن پوز میدن. میگفتم حرم سرا خب هور و پری میخواد، میدونی هوری پری رومان تو رو سری میگاد، پس بیا زوریش کنیم ملت ازش زدشن، اون برم که فیلم سوپر بعد از ده شب. دقیقا تضادایی که روی انسانها روی جوانای ایرانی هستش دیگه، هم زوری کردن حجابو، هم از اون بر یه کارهای دیگه میکنن که تو بیشتر فرار کنی به سمت دیگه ای بری، یعنی انسانهایی که دو شخصیته میشن، حتی توی مدرسه یه سری آموزش هایی رو میدن بعد بیرون از مدرسه میان یه چیزای دیگه ای تو جامعه است، واقعا بچه ها دو شخصیته میشن، دو قطبی میشن.
اوه جالب شد آقای داروغه داداش چقدر کاسب شد آمریکا بده چرا بچت داره پاسشو آمریکا بده چرا بچت داره پاسشو فکر کنم همین چیز بودش معصومه ابتکار و خیلی های دیگه که بچه‌هاشون توی آمریکا بعد با افتخار هم صحبت میکردن نه بچه هم رفته اونجا نمیدونم علم و دانش و فلان اگه اینجوری چرا بچه های مردم دیگه نمیرن علم و دانش پولش رو از کجا آوردی رفته بعد آقای قاضی هم حالا نمیدونم دقیقا کدوم شخص رو میگه ولی خیلی ها هستن که از جمله خود حسن روحانی که برادرش رو به خاطر فساد اقتصادی و اینا دادگاهی کردن و خلاصه ماشاءالله هر سراتش رو نگاه میکنی خبری هستش داستانا دیگه داداش چقدر کاسب شد آمریکا بده چرا بچت داره پاسشو چطور وسط شلوغی کرونا یهو غالب شد میگه که وسط شلوغی مردم اصلا بترسن به خاطر کرونا نه یعنی اعتراض خدایا حرم سرا رو ولش کن تو بگو زایشگاه بگو زندون و مام موش آزمایشگاه واسه مخ زدن واسه بری دانشگاه درس و مدرسه کجاست زیر تخمایشگاه منم و ترس حبس تون زدن نبض و استرس منم و یه صدا که میگه صفمون و بش برس منم و درس منم و درس منم و ترس حبس تون زدن نبض و استرس منم و یه صدا که میگه صفمون و بش برس منم و درس منم و درس کلی درس زندگی و یه حس هرس آهنگا رو گوش میکنی که از آهنگ لذت ببری یه حس خوبی بهت میده یا مثلا آهنگ من باد قهرمان گوش میکنی که اگر دلت گرفته بیشتر یه حس خوبی داشته باشی باهاش ولی بعضی از آهنگا مثل این دقیقا انگار مقاله هایی هستن در انتقاد از جامعه که خب ما هم ایرانی ها زیاد عادت نداریم به مطالعه پس باید در قالب آهنگ به همون اینا رو بگم مثل شعرهای بهرام یا علی سورنا که بسیار اجتماعی و اعتراضی هستن ولی اگر بنویسه هیچ کس نمیخونه مجبور رپش بکنه که هممون گوش بکنیم فکر بکنیم یعنی اینا برای فکر کردنه منم و ترس پس حرم سرا حق من است زیرا که من بزرگ شده یانم من بزرگ شده یانم یک یک دو دو هشت خلاص چقدر موسیقی این آهنگ قشنگ بود واقعا موزیکش قشنگ بود واقعا یکی از زیباترین خوندنهای تتلو رو من تو این آهنگ دیدم و یکی از انتقادی ترین موزیکای فکر میکنم حتی کل تاریخ ایران بودش حیف واقعا جاش خالیه که چقدر قشنگ مینوشته چقدر قشنگ میخوند براش انرژی خوب بفرستی امیدوارم که یه خبر خوبی ازش بیاد بگید که دوست دارید دیگه کدوم آهنگ رو با هم دیگه بشنویم خیلی آهنگ رو نمیشه افعی و اینا حالا بنویسین توی کامنت ها و یادتون نره که این کانال رو به دوستاتون معرفی بکنین چون این کانال فقط برای شماست مرسی که با من این آهنگ قشنگ رو شنیدین خدافظ